Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne Learn and Enjoy. Je suis Sahar, votre professeur de français. Salam à همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال ما، کانال Learn and Enjoy خوش اومدید. من سحر والایی هستم، مدرس زبان فرانسه و در این مجموعه درس ها میخواییم با هم زبان فرانسه رو از ابتدا تا مراحل پیشرفته بخونیم و یاد بگیریم و از یادگیریمون لذت ببریم. پس با من همراه باشید. و اما در درس اول قرار هست به الفبای زبان فرانسه بپردازیم. چرا؟ چون با اینکه حروف لاتین استفاده میشه اما یک کمی تلفظاشون فرق داره و قواعد مخصوص به خودش رو داره. شاید بعضیاتون فکر کنید وای فرانسه چه زبان سختیه، چقدر طول میکشه بخونیم، چه جوری بنویسیم، چرا یه سری حروفو مینویسن نمیخونن یا یه جور دیگه میخونن. هیچ نگران نباشید، در تمام این سختی ها فرانسه یک زبان بسیار قاعده مند هست و اگر شما این قواعد رو بدونید خوندن و نوشتن براتون مثل آب خوردن راحت میشه. پس حتما با من همراه باشید و اما کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن با خبر بشید. Abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour notre dernière vidéo. On y va. Alphabet français. Alphabet français. خب از الفبای زبان فرانسه شروع میکنیم. الفبه همون الفباست. فرانسه همونطور که میبینید الفبای زبان فرانسه همون الفبای لاتین هست، همون حروف لاتین یا مثل الفبای انگلیسی هست، با این تفاوت که بعضی از این حروف نحوه خوندنش متفاوت هست، ولی خب خیلیاش هم شبیه همون انگلیسی تلفظ میشه. میریم که با هم الفبا رو بخونیم و برای هر کدوم من یک مثال براتون میزنم که با اون حرف شروع شده. ا ان اویون. خب اویون یعنی هواپیما. ان اویون یعنی یک. من اول این در واقع کلماتی که مثال میزنم قبل از مثال هم از ان یا اون استفاده میکنم که بعدن بهش میپردازیم. یادتون باشه این ان یا اونی که میگم به معنی یک هست و اون کلمه دومی در واقع با این حروف شروع میشه. ان اویون. ب ان باتو. سه ان کنار. ده ان درابو. او بچه ها دقت کنید این حرف رو او میخونم، در واقع دهن بسته هست و مثل او نیست که دهن گرد بشه. میخوایم فکر کنیم که میخوایم حرف او رو بگیم ولی دهنمون رو بسته نگه میداریم. او ان اتوال. اف اون فلور. جه اون گم. اش ان الیکوپتر. خب همونطور که میبینید اش رو می نویسیم ولی تلفظ نمی کنیم، یعنی دیگه اون صدای ه که در زبان انگلیسی هست یا تو فارسی داریم رو نمی گیم. ان هلیکوپتر. ای ان ایگلو. ایگلو به خونه برفی اسکیما گفته میشه. جی اون جوپ. خب جوپ به معنی دامن هست، قطعا همه مینی جوپ رو شنیدین. جوپ از فرانسه به فارسی اومده و جوپ هم نمیگیم، جوپ. ک ان کوالا ان
koala. Elle. Elle. Un livre. Un livre. به معنی کتاب هست livre. M. M. Une maison. Une maison. خانه. N. N. Un nid. Un nid. نی به معنی لانه پرنده هست. او او اون اورانج اون اورانج. په په اون پام اون پام. کو کو اون کستیون این کستیون به معنی سوال. این کستیون. ار ار این رادیو این رادیو. اس اس ان استیلو ان استیلو. استیلو به معنی خودکار. T T un tigre un tigre tigre به معنی ببر هست. U U دقت کنید مثل اینکه بخواید بگید او و در این حال دهنتون کاملا بسته باشه. U ان. خب تو همه این کلمات دیدید من براشون ان یا اون گفتم که همون عدد یک هست. مثالمون هم همینه. ان یا اون. و و اون ولیز اون ولیز چمدان. دوبلو و دوبلو و ان واگن ان واگن. واگن همین چرخ دستی که بچه ها دارن یا مثلا میتونیم بگیم ان واگن دو ترن به معنای واگن قطار میشه. دوبلو ایکس ایکس. گزیلوفون گزیلوفون. خب گزیلو این ایکسی که در اول کلمه قرار داره ما به شکل گی ساکن و ز میخونیم. گزیلوفون به معنی بلز یا اون وسیله موسیقی که بیشتر بچه ها باش کار میکنن. ایگرک ایگرک. خب این حرف رو حتما زمانی که در دوران مدرسه ریاضی میخوندین و فرمول مینوشتید یادتون هست. میخوندیم چی؟ ایگرگ. ولی یادتون باشه که این در فرانسه گی آخرش نیست، که هست. ایگرک ایگرک. خب ایگرک مثل چی؟ ان یویو ان یویو. البته صدای ای هم داره. و حرف آخر زد زد. ان زبر ان زبر. خب حروف رو دیدیم، برای هر کدوم یک مثال دیدیم. من یک بار از اول تا آخر پشت سر هم فقط اسم حروف رو براتون میخونم. ا ب س د ا F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. خب این از حروف. و اما تلفظ حروف به چه صورت هست؟ تقریبا تمام حروف
با همون صدایی که حالا تو زبان انگلیسی هم اگر که کمی آشنایی داشته باشید، قطعا همتون در دوران مدرسه انگلیسی رو به هر حال یه کمی خوندید، هر چند هم یادتون نمونده باشه، تقریبا تمام حروف با صدای خودشون تلفظ میشن. یعنی مثلا ب همیشه صدای ب داره، یا د صدای د داره، یا مثلا پ صدای پ داره. اما از میان این حروف چند تا حرف هستن که در واقع مدل خاصی تلفظ میشن و باید بدونید که بسته به حروف قبل و بعدش چجوری بخونیمشون. پس با من همراه باشید که بریم سراغ صدای حروف. خب بریم سراغ صداها. حرف سه دو تا صدا داره، صدای سه داره و صدای که داره. چه زمانی ما این رو با کدوم صدا بخونیم، از کجا بفهمیم؟ خیلی ساده است. اگر بعد از حرف سه یکی از سه حرف ا، ای یا ایگرک داشتیم، ا، ای، ایگرک داشتیم، این حرف سه رو با صدای سه میخونیم. مثل لیسه، لیسه، لیسه یعنی دبیرستان. مثل سینما، خب اینو که همه تون بلدید دیگه، همون سینمای خودمونه، سینما. یا سینی، دقت کنید جی خونده نمیشه، من اینجا توضیح میدم براتون. سینی، مثل اینکه بعد از نه ما یه یه ساکن داریم، سینی به معنی غو، پرنده غو. غیر از این سه حالت، در هر حالتی شما حرف سه رو دیدید، بعدش اگر صدای او بود، ا بود، یک حرف بی صدا بود که حالا حروف صدا دار بی صدا رو هم براتون توضیح میدم، مثلا اغ بود، با صدای که میخونید حتما. مثل چی؟ خیون، 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 خیون به معنی مداد هست. ولی دقت کنید بچه ها، حرف اغ خودش در فرانسه ماجراها داره. اغ صدای ر نمیده مثل فارسی، فرانسوی ها به شکل غ میخونن، غ، غ. این غ با قی فارسی فرق میکنه، به هیچ وجه ق نگید از ته حلق، حالا به کامتون میچسبه. باید مثل این که مثل زمانی که میخواید مثلا آب نمک غرغره کنید، بگید غ، غ. خب و این غ در کنار یه سری از حروف وقتی میشینه به واسطه صدای قبلش مثل خ شنیده میشه، ولی همون حرفه ها. ببینید الان من میگم خ، خ، شما اینجا غ دیگه نمیشنوید چون قبلش که داریم، مثل خ میشنوید. خب پس این اختلاف تلفظ رو حواستون بهش باشه که گیج و گمراهتون نکنه. خیون و بعدی ا داریم، بعدش کدو، کدو. یک حالت دیگه برای صدای سه داریم. اگر حرف سه رو داشتیم و این علامت زیرش بود، حتی اگه بعدش ا داشته باشیم یا اون صداهای دیگه‌ای که گفتم، یعنی غیر این صداها، سی با سه با این علامت که به این میگیم سه سدی، در این حالت هم ما با صدای سه میخونیمش. خب پس این رو هم اینجا یادتون باش. حالا بریم سراغ سه اش، سه اش، سه اش، سوسون، ش. سه اش صدای ش میده. اینجا مثل زبان انگلیسی نیست که بگیم اس و ایچ صدای ش میده، سه اش در فرانسه صدای ش داره. این علامتی که گذاشتم بین برکت یا بعضی وقت ممکنه بین دو تا اسلش گذاشته بشه، صدا رو به شما نشون میده و برای صدای ش ما یه همچین علامتی رو داریم. ش، ش، ش به معنی گربه. شومیز، شومیز، خب شومیز رو تو فارسی هم میگیم شومیز به معنی پیراهن. شومیز، شومیز، این حرف او بود دیگه، در حالت عادی با همون صدای او میخونیم، شومیز. حرف بعدی ژ، ژ. خب ژ هم دو تا صدا داره، دو صداییه، یا صدای ژ میده یا صدای گ میده. دقت کنید در فرانسه ما ژ نداریم اینجا ها، ژ یا گ.
در چه حالتی صدای ژ میده؟ اگر بعد از ژ ما یکی از سه حرف ا، ای یا ایگرک داشتیم، حتما صدای ژ میده. مثل ژنرال، ژنرال، ژنرال یعنی کلی، عمومی، ژنرال. ژیراف، ژیراف، زرافه. ژیمناستیک، اینم حتما به گوشتون آشناست دیگه، ژیمناستیک، ژیمناستیک، ورزش ژیمناستیک. غیر از این سه تا حرف، حرف ژ بعدش هر حرف دیگه بیاد صدای گ میده که علامت گ رو با خودش نشون میدیم. مثل گم، گم داشتیم، این گم، پاکون، گم. میرسیم به حرف ژی، ژی. این ژ هست بچه ها، اشتباه نکنید، ژ. این هم ژی. حرف ژی فقط و فقط یک صدا داره و صدای ژ میده. این علامتی که شبیه یه زد هست که چرخیده زیرش گرد شده، صدای ژ رو به شما نشون میده. ژی، صدای ژ میده. مثل ژولی، ژولی، ژولی به معنی زیبا، ال ژولی، اون زیباست. خب حرف بعدی که براتون گفتم ار، ار، و فرانسه به همین صدای غ معروفه که یه توضیح کوچولو اون طرف براتون دادم. این رو غ نمیخونیم مثل قی فارسی از ته حلق، بلکه مثل زمانی میخونید که آب نمک غرغره میکنید، غ، غ. مثل غیغ، غیغ، غیغ به معنی خندیدن. غوگرد، تو هر دوتای اینا هم، هر دوتا مثالی که زدم دوتا اغ داریم، غوگرد، غوگرد یعنی ببین، از فعل غوگرده به معنای دیدن، غوگرد. دوتا حرف بعدی در کنار هم یک صدا میدن. ژ ان، اول ژ بیاد بعد ان، صدای نیه میده، نیه، یعنی یه نه داریم و یه یهی که کنارش ساکن هست، نیه، و این علامتش هست، نیه. مثل آنیون، آنیون، ما اینجا یهی نداریم ولی اینو میخونیم نیه. آنیون به معنی پیاز، همون آنین انگلیسی هست ولی اینجا یکم تلفظش فرق میکنه، آنیون. یا این کلمه می نیون، می نیون، مینیون به معنی بامزه و جذاب، مینیون. خب تختر پاک میکنم، چند تا دیگه صدا هم داریم که لازمه بدونید، با من همراه باشید. اس، خب حرف اس معمولا باید صدای سه داشته باشه، توقع ما از حرف اس صدای سه هست. مثل چی؟ سولی، سولی، لو سولی، سولی به معنی خورشید هست. اما اگر حرف اس دو طرفش خط گذاشتم، این خط رو یادتون باشه، اگر دو طرف حرف اس ما حرف صدادار داشته باشیم، یعنی یک دونه اس داشته باشیم و قبل و بعدش حرف صدادار وایل داشته باشیم، با صدای ز میخونیمش. حروف صدادار بهتون میگم، نگران نشید. پس اینو یادتون باشه، اگر ما یک دونه اس داشته باشیم و دو طرفش حرف صدادار داشته باشیم، با صدای ز خونده میشه. مثل چی؟ این کلمه رو ببینید، اولین اس که معمولی صدای س میده، سزون، قبل از اس یه ای داریم که حرف صداداره، یکی از حروف صداداره، بعد از اس او داریم. پس به خاطر این دوتا حرف قبل و بعد ما اینجا اس رو ز میخونیم. سزون به معنی فصل هست. اگر اهل سریال دیدن باشید حتما سیزن رو شنیدیم، فصل اول سریال، فصل دوم، سزون. اما اگر دوتا اس داشته باشیم تحت هر شرایطی، دوز اس رو یا دوبلو اس رو ما با صدای س میخونیم. مثل اسیت، اسیت، اسیت به معنی بشقاب هست. و ترکیب بعدی که داریم ت ای او ان هست، ت ای او ان، که سیون میخونیم، سیون. مثل چی؟ ناتاسیون، ما اینجا اسی نداریم، سی نداریم، اما داریم سیون میخونیم. لا ناتاسیون، لا ناتاسیون به معنی شنا، ورزش شنا هست.
یا مثلا نسیون به معنی ملت یا یه مارک معروفی بود که یه سری وسایل برقی به اون مارک هست، ناسیونال. ما تو فارسی میگیم ناسیونال. ناسیونال از تلفظ فرانسوی اومده، ناسیونال یعنی ملی. خب این از حروفمون، البته هنوز همه حروف رو من نگفتم براتون، اما بریم سراغ حروف صدادار و بی صدا ببینیم چی هستن. ایلیا 26 لتر دان الالفابه فرانسه، در الفبای زبان فرانسه 26 حرف وجود داره که دیدیم. ایلیا 30 وایل، 6 تا از اون 26 حرف حروف صدادار هستن. چی هن اون 6 تا حرف؟ ا، ا، ای، او، ی، ایگرک. ایگرک هم جز حروف صدادار به شمار میره. خب حروف صدادار یعنی چی؟ یعنی حرف صدادار حرفی هست که اولا صدا داره. خب مثل زبان فارسی ا، ا، او، آ، ای، او، ما 6 تا حرف صدادار در فارسی داریم که 3 تاشون کوتاهن ا، ا، او، 3 تاشون کشیده یا بلندن آ، ای، او. خب حالا توی فرانسه 6 تا حرف صدادار یا وایل داریم، وایل حروف صدادار. حروف صدادار میتونن به تنهایی هم خونده بشن. شما میتونید اینو بخونید ا، خب، یا او، یا ای. اما 20 تا حرفی که باقی میمونه، لوان اوتر لتر سون کنسون، کنسون. خب 20 تا حرف بی صدا باقی میمونه. یعنی چی بی صدا؟ میگید خب این که ب دیگه، این سه، اما حواستون باشه این اسمش هست ب، صداش چیه؟ ب، ب. میتونیم بگیم؟ نه، حتما باید یه حرف صدادار یه وایلی قبل یا بعدش باشه. مثلا قبلش باشه بشه اب، یا بعدش باشه بشه ب، که بتونیم بخونیم. پس حروف بی صدا حروفی هستن که به تنهایی خوانده نمیشوند و حتما نیاز به یک صدادار، حرف صدادار، یک وایل قبل یا بعدشون دارن تا بتونیم بخونیمشون. خب هر حرفی که در الفبای فرانسه غیر از این 6 تا باقی موند میشن کنسون. پس در اون قسمت که گفتم اگر یک اس داشته باشیم، دو طرف اون اس وایل داشته باشیم، یعنی اینکه دو طرفش یکی از این 6 تا حرف رو داشته باشیم، ز خونده میشه. پس الان شما با مفهوم وایل به معنی حروف صدادار و کنسون آشنا شدید. ما با این وایل ها خیلی کار داریم، پس خوب بهشون توجه کنید. خب من تقریبا حروف بی صدا یا کنسون رو براتون گفتم ترکیبش رو، اما در زبان فرانسه وایل ها 6 تا حرف هستند، یعنی 6 تا نمود دارن، اما 13 صدای وایل داریم. بچه ها خیلی جالبه نه؟ 13 تا صدای وایل داریم. پس اگر میخواید که ببینید ترکیب وایل ها رو چجوری بخونیم یا اصلا وایل های فرانسه صداهای فرانسه چی هستن، حتما درس جلسه بعد رو ببینید. خب درس اول فرانسه ما به پایان رسید. امیدوارم در این درس از نکات ریزش استفاده کرده باشید و بهتون کمک کرده باشه تا یه سری از اشکالاتی که در خوندن داشتید برطرف شده باشه. اما همونطور که در درس هم گفتم حتما جلسه بعد ما رو دنبال کنید. چرا؟ چون در درس جلسه آینده میخوایم به وایل یا ترکیب حروف صدادار بپردازیم که خیلی خیلی مهم هستن و اگر شما این دو درس رو یاد بگیرید بهتون قول میدم که هیچ مشکلی برای خوندن در زبان فرانسه نداشته باشید. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.